بینندگان عزیز و شریف سلام و درود. گزارش می رسد که ارتش اسرائیل از کمپ جوالیا در غزه خارج شده است. ای باز یک کار دستشان داده و اوضاع نابسامان بیشتری برای اینا به وجود خواهد آورد. معمار خارکوف میگه که ظهور شهرهای زیرزمینی برای جنگ در حال اعمار است. این به در حال رویت شدن است. در تمام اروپا و خاصتا در اوکراین شهرهای زیرزمینی می سازند و این بسیار مصرف دارد. خب تا وقتی تا که شهرها رو بسازند چه اتفاقی می افتد کس نمی داند. بران اردوغان هم بسیار ترسیده از جنگ ها. اردوغانی که بیخی خیالش دیگه طرف بود و یک دیپلماسی نمی تفت از یک پل که عبور بکنه موقت دیپلماسی عبوری نشان می داد. حالا میگه که خطرناک شده جنگ ها در اطراف ترکیه. جنگ های ترسناکی است، ما باید یک کار بکنیم. دو مقام امریکایی و دو نفر دیگر گفتن که دولت بایدن به سر صدا به اوکراین اجازه حمله به داخل روسیه را دادن. یعنی خب اجازه دادن منتها تنها در نزدیکی خارکوف گفتن با استفاده از سلاح های ارائه شده به وسیله امریکا. و این آغاز کار است. مقام امریکایی گفته که رئیس جمهور اخیرا به تیم خود دستور داد که اطمینان حاصل بکنن که اوکراین میتونه سلاحهای امریکایی برای اهداف ضد آتش در خط اول خارکوف استفاده بکنن تا اوکراین بتونه بنیرهای روسی که اونا رو مورد حمله قرار میتن یا آماده ضربه زدن هستن پاسخ بده. اما دیگه کشورهای اروپایی میگن نه، خاک روسیه رو در هر جا باید زد به شمول قصر کرملین. جالبی چیز که امریکا هم قیطیات میکنه. استونیا میگه که نه بیخی باید پیش بر بزن. استونیا و سویدن و هلند و البته این کشورهایی است که اگر جنگی در میگیره فیل روسی اینها را زیر پا خواهد کرد. خب از شهر زیرزمینی گفتیم در اوکراین. شهر زیرزمینی در نظر گرفته شده که شهرها، یعنی به اساس یک فناوری در اونجا به کار گرفته میشه که 100 سال زندگی در اونجا تضمین شود. یعنی اوکراین به این ترتیب اوکراین خب بیخی هم تو به طور جدی برای آخر زمان هسته ای خود پس خود آماده میکنه. اما نیاز به این شهران نیست. شاید تا اون زمان سیستما تغییر بکنه، حکومت سقوط بده، حکومت آزوفاره. خب حالا گزارش که آمده میگه اوکراینی ها براحتی حالا میتونن تصور آخر زمان را داشته باشند. وقتی که کل جمعیت در زیر زمین پنهان شود، همه جا تبدیل به زیر زمین یا زیر زمینی های تاریک، همه گی با موشا دیگه زندگی بکنن. ای هم شده. اینی تصویری که خدمت شما دادم یک تصویر متفاوتی است. مثلا از نسبت به فنلند که 1200 کیلومتر مرز مشترک با روسیه داره و منتظر به اصطلاح یک هجوم روس است. اونا هم شهرهای زیرزمینی درست میکردن. در دهه 60 کشور یعنی تقریبا 50,000 پناهگاه بتونی ساختن. دینمی فنلندی که شما میبینین. یعنی 50,000 پناهگاه که هر پناهگاهش 24 نفر گنجایش داره. دمو زمان جور کردن از ترس تهاجم روسا. آل اونما رو دوباره همه رو پاککاری کردن و دوباره فعال میکنن. بشر چی شده؟ به عوض از این که در توسعه برای آرامش برای همزیستی همکاری سازنده رو با پیش برن، کارشان به ساختن غارا رسیده. عجیب است. خب اینجا یک مشکل وجود داره که هیچ یک از این پناهگاه برای هفته ها ماها نمیتونه که آدم ها را زنده نگاه بکنه. یعنی میتونید دمی پنجا هزار پناهگاه اوکراین یا 50,000 پناهگاه فنلند یا در خارکوف و در شهرهای اوکراین جور میشن، مناسب نیستن مثلا بر هفته زندگی تا چی وقت. یعنی خیلی کمتر از یک زمستان هستهی ممکن است مثلا اینا جان سالم ببرن و کمی که دیر دام کلش میمره. چرا؟
به خاطر از اینکه برای زندمان باید درها باز باشد، یعنی به اصطلاح برای جنگ هسته‌ای باید تو گاز به دماغ آدم ها برسه، استنشاق بکنن، وقتی که اینا باز بکنن پناهگاه رو بازم میمرن. عجیب نیست اینا به اصطلاح یک تلاش هستن برای زنده ماندن. دکتر آندریاس بوچر از خدمات حفاظت مدنی سوئیس به این اعتقاد است که فعلا هیچ راهی برای محافظت موثر در برابر به اصطلاح یک حمله هسته‌ای وجود ندارد، برای هیچ کس، چه در زیر زمین باشی چه در قعر زمین. هیچ مفهومه مثلا برای شهرهای زیرزمینی خودکفا وجود نداره. خود شهر زیرزمینی چه خودکفاست؟ در سر زمین حال بشر مشکل داره که خودکفایی خود نمیتونه تضمین بکنه، در زیر زمین چی؟ وام که مثلا انتظار داشته باشن که کل جمعیت در دراز مدت توش زنده بمانه و توسعه اجتماعی و اقتصادی هم داشته باشه یه خواب است، احمقانه است. خب حالا فعلا من مفاهیمی وجود داره که مثلا زندگی زیرزمینی را، البته تو پیشرفته مفاهیم پیشرفته وجود داره که چندین دهه انسان بتانه در زیر زمین زندگی بکنه، است برای خدا همین چندین دهه که در زیر زمین زندگی، در زیر زمین زندگی بکنی، او زندگی از دیگه، او خود زندگی نیست، مرگ بهتر نیست؟ یعنی سر زندگی را، سر زمین را برای خود جهنم جور میکنن، جور دارن آل تمام مخارج میبرن در زیر زمینی خود، اما بیمه میکنن حیات خود، این ناممکن است. سرهی الچنکو یک معمار است، یک انجینیر است در خارکوف، این میگه که سلولای خورشیدی، پمپای حرارتی، جنراتورای بادی، این هایدروکاربونیک، اینا وجود داره، لامپ وجود داره که نور روز جبران میکنه دمی چیزایی که اینا جور کردن در اوکراین. پناهگاه به اصطلاح جدید، نسل جدید پناهگاه در اوکراین در حال طراحی است. حال سر زمین به کجا رساندن که زیر زمین حال برای خود شهرها جور دادن. او آدم زیر زمین وقتی که روسیه کشور تا گرفت، روسیه آمد در زیر زمین تو را مثل موش میکشه از بیرون یا موج خفیت میکنه. ما والا اینمی گزارشات که خدمت شما میتونم خودم هضم نمیتونم، اینمی رو هضم نتونستم. شما چی میگین این بار؟ خب تمام سیستم های یک خانه مثلا در یک زیر زمین مستقر تا چه وقت؟ طبقه بالایش مثلا طبقه فوقان در عمق 15 متر و پایانتر از او چاه وجود داشته باشه، حتی چاه ها که آب به اصطلاح تأمین بکنه از زیر زمین، و حتی میگه یک باغ وجود داشته باشه که میتونه در وجود سبزی و تروار بکارن تا زندگی ادامه پیدا بکنه در زیر زمین. انسان که نتانست یک دنیای خدا خوب کرده را در روی زمین برای خود تبدیل به یک بهشته، یک بهشت همونه که تبدیل به یک مکان مسئول برای خود بسازه، با دو زیر زمین چی خواد کرد؟ خودم زیر زمین هم حتما یک جنگ و جنایتی میشه که هم منفجر میشه. خب حالا یا میگن که فناوری فضایی هم کمک میکنه، گیاهان و سمارقا و قارچا در ایستگاه فضایی بین المللی رشد میکنن، مسائل مربوط به پروتئین حیوانی میشه حل شد، یعنی قضیه قبیل گپار خود بازی داده میرن که یعنی میگن در زیر زمین هم چیزا میتونه با وجود بیاید تا زندگی را تأمین بکنه. من خواهم گزارش خدمت شما دادم، به نظر من امی امکانیتش به سلام امی امی عینیت یافتن امی قضیه به نظر من مثل که آمد ناممکن است. اردوغان چی میگه؟ میگه ما در حال حاضر در یک نقطه جغرافیایی ایستاده هستیم که درگیری بحران سیاسی روی روی در جهان در اطراف ما شدت یافته، در اطراف ترکیه. هر اتفاقی که در دستور کار انسان هاست در مجاورت ترکیه رخ میده. جنگ روسیه و اوکراین در مجاورت ترکیه است. همسایه های ما در دریای سیاه با هم کشوگیر دارند. ترکیه آسیب میبینند. مثلا وارد سیومین سال خود شد. تلاش های ترکیه بر برقراری صلح از طریق روند استانبول که البته در 2022 در حال اجرا بود، امور بایدن و بوریس جانسون خونسا کردن، کارشکنی شد تمام. حال هیچ کس نمیفهمه که جنگ عروس که بر هزینه های اقتصادی ترکیه و کل جهان می افزاید
چطور پایان خواهد یافت؟ اگر پایان نیابد چطور می شود؟ این فشار اقتصادی که بر کشورها میاره. مثلا شما خدمت شما امیال صدای مرا میشنوید، وقتی میرین به یک مغازه داخل میشن، مغازه بزرگ، احساس و فشار نمی کنین نسبت به گذشته؟ قدرت خریدتان پایان نامده؟ کلش اینمی است. جنگ در چندین محور جهان در دادن و او کلا در بر روند تولید و تجارت اثر گذاشته که مصرف کننده را کاملا به فشار گفته. مردم ما شما خدا خیر پیش کنه، دیگه کدام چیزی دیده نمیشه. حالا خب کل جهان در یک نقطه رسیده که باید یا منفجر شود یا از یک مرحله این درد زایمان به هر بگذره که به یک مرحله دیگه. اما بسیار مشکل است. چرا؟ قدرت های کلان کلان دیگه، هیولاها به وجود آمده و یک دیگه تسلیم نمیشن. یعنی دمی خود اوکراین حاله که اینا میگن که ما می جنگیم. یعنی گروه آزوفا، کسایی که اوکراین به گرو گرفتن، به این حال روز رساندن. متروی کیف حال پرسونالش کم شده، رفت آمدها کمتر است. 7% از نیروی کارشان، یعنی با وجودی که چقدر مهم بودن کارشان، و رفتن به عسکری بردن و رو در ارتش. 83 جای خالی برای راننده قطار وجود داره، یعنی نیز دریور که قطار رو ببره، قطار مترو را. متوجه است؟ ای سرپای میمونه شنان و سقوط کنه که کس رای خود رای گریز نداشته باشه. ای زلینسکی که دی دارو دستش. خب این همزمان کیف آل خود به دفاع آماده میکنه. یک دمی سال ها دمی دو سال اینا یک خط دفاعی بسیار هزار تو ساختن به نام دندان های اژدها. ای تو به سلام مرحله و مرحله کانگردار که چی کنه، مثل دفاعی که روسا در برابر خود از اینا ساختن، سنگرهای ازارتویی ساختن، یعنی به صلاح هرمای ساخته شده از سمنت بتون ضد تانک، به صلاح تانک بیا هرم زورش نکشه خودش از بین بره. در سه ردیف هرم چی برای دفاع شهر، سیمای خاردار هم در بینش جا دادن. او فکر میکنه که با این شکل میشه از کیف دفاع کرد. تمام این چیزهایی که جور کردن با یک بم همو فاب 1500 نابود میشه. روسلان کراوچنکو رئیس اداره نظامی منطقه پایتخت اوکراین است. میگه که خطوط دفاعی بسیار خوب است، خوب محافظت شده، چیزی است که هر اوکراینی را به اصطلاح مگر باعث نگرانی میشه. بخاطر چی نگرانیشون چیز؟ دزدی. این همه قدر خرج مخارجی که میشه که به اصطلاح سه قطاره از بتون اینا سنگرهای محافظتی درست میکنه، تحکیمات تدافعی دیگه. چنان پول باد میشه که اونجا به اصطلاح رسوایی های پولشویی اینجا وجود داره و کس کسی را هم پرسان نمیکنه. چرا؟ شرایط جنگی است. منطقه یک منطقه است در بلاروس به نام گومل، مرز است با اوکراین. اینمی کاملا این چیزی که تحکیمات تدافعی که به اصطلاح سه مسیر دیوار دفاعی جور کردن، در اینجا این چیز جریان داره. آماده و انتقال به زمان جنگ است، آمادگی به جنگ است. الکساندر خدولیف یک معاون اول وزارت اضطراری بلاروس است. این آدم میگه که آمادگی که در اینجا گرفته شده بررسی شد، یعنی سیستم منطقه طوری آماده شده که کاملا برای یک جنگ بسیار فراگیر توان مقابله داره. سنگر جور کن، سنگرهای دفاعی، پناهگاه و تعدادی از سنگرهای دیگه است که صبح به سرعت باید درست شوند. این بشر چی جور داره؟ سر زمین خو خلاص شد، حال زیر زمین، کلی گپا زیر زمین است. میگه ما به سلام شیوی مدیریت توسعه دادیم، مسائلی که به ما امکان میده که
در دوره آماده سازی پایگاه نظامی بسیار بزرگی را اینجا بسازیم تا که اگه جنگ آمد یا الله یا نصیب. بیشتر از جبالیا گفتیم، از کمپ جبالیا عملیات ارتش اسرائیل در جبالیا ظاهرا پایان یافته، اینا عقب نشینی کردن رفتن. دینه تا پایان سی، یعنی دیروز سی مایمی، اینا از بیرون رفتن در شمال نوار غزه که 3 هفته اینا مردم بمباران کردن، مردم عادی ره هیچ نظامی ره اینا کشته ندانستن. چرا؟ به خاطر از اینکه هیچ سندی داده نشد. اما اینجا زدن که بسیار تراژدی بار آمد. آل فرمانده ارتش عصر دیروز گفته که عقب نشینی رو شروع بکنیم. تصویرهایی که منتشر میشه مثلا نشان میده که قطارهای اسرائیلی از منطقه رفتن خارج. خب خارج شد چی میشه؟ قشنگ حماس میاد جایش میگه. حماس همونجا هست، در پناهگاه زیرزمینی جنگی هستن، فقط می سلطه نظامی خود دوباره تامین نگیم. چی شد؟ از قدر کشتار چی به دست آمده؟ هیچ. خب البته فیلم ها و عکس هایی که اینجا آمده دقیقا نشان دادن میشه که چی هست، اون فیلم گیری نمیمونن. اما معلوم میشه که قطعات اسرائیلی به وضوع منطقه خیابان قدس از بخش مسکونی جنوب شرقی قبرستان همدان و نزدیکی هاش ترک کردن رفتن در جبالیه و از بیمارستان کمال ادوان هم بیرون رفتن. اوضاع در بیمارستان العوده مگر جنگی است، اونجا را اعلان نکردن. اونجا حماسی ها حملات خود ادامه دادن به مواضع ارتش اسرائیل و امکان بیرون رفتن از این منطقه هم بر اسرائیل وجود داره. چرا؟ تلفات بالا رفت. بعد از عقب نشینی وایده اسرائیلی، انبوی از آوارگان شروع و بازگشت به مناطقی کردن که منطقه نیست دیگه، فرسوده، همه چیز ته نشسته، تل خاک. با چی کردن؟ بیچاره باز فیلم برداری میکنن از پیامدهای ارتش اسرائیل و اینا. باز برال منطقه متروکه را میرن میپالن، چیزایی گم کرده بودن، هیچ خانه کسی را معلوم نمیشه، نقشه خانه ها کاملا گم است. در این زمان که اینا از جباله بیرون میرفتن، عملات هوایی توپخانه و دیگه شهرها ادامه داشت هوایی و بسیار مفتخرانه گفتن که 15 نقطه را زدیم. رسانه های عرب زبان از کشته شدن و زخمی شدن، اصلا بر گزارش از زخمی ها و کشته بسیار عادی است. آدم روزانه 100 نفر 90 نفر 120 نفر کشته میشه. دمی 8 ماه چونین بودن ایتو نیست که این سریال ادامه داره. اما یک چیزی گفته باشیم که عواقبش ما فعلا نمیدونیم. ما مثلا در این مثلا روز امروز 31 مایمی 2024 هستیم، ما نمیدانیم که در 2025 2026 چه اتفاقی میفته. اینا کلش عواقب داره. به این ترتیب اسرائیلی ها سرزمین بسیار وسیع در جنوب شرقی اردوگاه اشغال کرده بودند. تنها 1/3 کل شهرک بود. اینجا آلی هم قوات ها اونجا هستن و تجربه چی میگه؟ تجربه نشان میده که اینا دوباره مورد حمله قرار میگیرن در مناطق دورتر، یعنی مستقر هستن، سرشان حمله میشه، اینا دوباره به جباله میان، دوباره تلفات میتن، فرسوده میشن، چون در چرخه ادواری یک جنگ گوریلایی برابر شدن. تقدیر اسرائیل دینیمی نقطه تعیین باید شود تا بعد.